جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه همزمان با سومین سالگرد تیراندازی در دبیرستانی در ایالت فلوریدا از کنگره خواست قوانین خرید و کنترل حمل اسلحه را اصلاح و تقویت کند. شهلا آراسته گزارش می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا در سومین سالگرد تیراندازی در دبیرستان مارجری استونمن داگلاس در فلوریدا خواستار وضع مقررات متعددی در مورد فروش اسلحه شد از جمله تحقیق درباره پیشینه خریدار و ممنوعیت فروش سلاح‌های تهاجمی و خشاب ظرفیت بالا و از بین بردن ممنوعیت قانونی برای تولید کنندگان اسلحه شد در تیراندازی سه سال پیش یک دانش آموز اخراجی دبیرستان مذکور در تیراندازی با اسلحه خودکار چهارده دانش آموز و سه کادر آموزشی دبیرستان را کشت. پرزیدنت بایدن در بیانیه‌ای که از سوی کاخ سفید در این مورد منتشر شد گفت این دولت منتظر تیراندازی دیگری نخواهد شد و افزود ما برای پایان دادن به اپیدمی خشونت اسلحه و امتر کردن مدارس و جوامعمان اقدام خواهیم کرد. طی چند دهه اخیر خشونت ها و تیراندازی های جمعی موضوع اسلحه را به صورت یک بحث جنجالی میان حامیان حق مالکیت اسلحه و مخالفان آن بدل کرده است. شهلا راستی صدای آمریکا